به برنامه دهم ده از دوره آلفا برای ایران خوش اومدید دعای ما اینه که تا این لحظه این دوره برای شما مفید بوده باشه پولس وضعیتی رو که بشر خودش رو بهش دوچار کرده در این جمله داره برای ما می نویسه که می بینیم چقدر هرناک و تاریکه کتاب مقدس عزیزان نه فقط خدا رو آنطور که هست به بشر آشکار میکنه بلکه انسان رو هم همونطور که هست بهش آشکار میکنه در کتاب مقدس خدای خالق شخصیت من رو میبینیم که با مخلوقی که به صورت خودش آفریده رابطه برقرار میکنه و این رابطه چنان اصیل و واقعی هستش که در اون به این مخلوق اراده آزاد داده شده که بتونه با خالق خودش در ارتباط دو طرفه باشه بتونه خالق خودش رو رد کنه و یا با او در ارتباط نباشه در این رابطه میبینیم که از هر گوشش محبت که داره میچکه داستان خدا و انسان بدون شک که کتاب مقدس داره عرض میکنه عزیزان آشغانه ترین داستان واقعی تاریخه محبت خدای با وفار رو نشون میده و خیانت انسان بی وفار. تو این داستان خدا به مسابه پدری هستش که دائم از دست فرزند خنجر به قلبش میده و او علا رغم این نفرت فرزند سعی به نجاتش داره نقشه خدا به جهت نجات این انسان در آفرینش خدا نقطه عطف ایجاد میکنه و از نیمه فصل سوم پیدایش میبینیم که هر سه شخصیت خدای الوهیم به نجات انسان مشغول هستش و این نقشه نجات در انتهای عهد عتیق زمانی به اوج خودش میرسه که یکی از این سه شخصیت خدای واحد جسم میشه و به آفرینش خدا پای میذاره به میون انسانهایی میاد که در طول نقشه نجات دائم علا رغم تمامی تلاش های خدا به خدا پشت کردند و علا رغم و برکاتش دائم در چرخه گناه توبه گناه توبه مشغول بودند انسان تو این وضعیت تاریکش در آلودگی گناه قرار داشت اسیر و برده گناه بود تحت محکومیتی که چیزی جز مرگ برای او نداشت قرار داشت و انسان چنان بود که خدا هم به خاطر ذات قدوس خودش نمیتونست خودش رو بهش نزدیک کنه انسان در ظلمت گناه تنها و بیچاره مونده بود وای که چه فرد بیچاره ای بود چه کسی میتونست او رو از این جسم گناه آزاد کنه وقتی که آدم و حوا انتخاب خودشون رو بر گذاشتن که از رابطه با خدا بیرون برند میبینیم که قدوسیت خدا واکنش نشون میده ولی به موازات قدوسیت خدا محبت خدا هم واکنش داره هنگامی که خدا با حوا صحبت میکنه و وضعیت خطیر اونها رو به ایشون نشون میده در اون فضای تاریک و سنگین دریچه ای از نور رو هر چندم کوچیک به روی اونها باز در فصل سه پیدایش آیه چهارده پونزده این طور میخونیم پس خداوند به مار گفت به سبب انجام این کار از جمیع بهایم و از همه حیوانات ملعون ترستی بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد و اینجا و عداوت میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی میگذارم او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی گزید اگه به این آیه دقت کنید صحبت از نسل زنه نه از نسل مرد و زن این اولین روزنه ای هستش که نقشه نجات خدا به اون وضعیت تاریک بشر باز میکنه هر چند کورسوی بیش نیستش ولی امید نجات و رهایی از اون وضعیت رو به قلب بشر میریزه اونها گرچه خودشون رو به دشمن فروخته بودند ولی این سخن خدا صحبت از رهایی اونها داشت در نقشه خدا قرار بود که نسل زن سر شیطان رو بکوبه و در این نبرد مار نیز به وی آسیب برسونه از این نقطه به بعد نقشه نجات خدا در آفرینشی که داره به شکلی قوی فعال میشه و در طول این نقشه خدا در تلاش اون هستش که رابطه از هم گسیخته رو دوباره برقرارش بکنه نیروی محرکه این نقشه نجات محبت کامل خدا بود که بی هیچ قید و شرط نصار بشر سقوط کرده میشد ولی باز شاهد اون هستیم که علا رغم این تلاش خدا انسان کماکان در تصمیم خودش پا فشاری داره میکنه و میل به اون داره که مستقل از خدا ادامه بده خودش محور همه چیز باشه و هر رابطه ای رو خودش تعریف کنه انسان در تداوم زندگی مستقلش از خدا دائم قدوسیت خدا رو که میخواد خودشو بهش نزدیک کنه زیر پا میذاره و پی در پی باعث میشه که این قدوسیت در مقابل این کارش واکنش نشون بده واسه همینم در طول عهد عتیق انسان دائم در معرض غضب و مجازاتی است که این عملش به همراه داره خیلی از مردم وقتی که به خدای عهدتیق نگاه میکنن سعی دارن به نحوی او رو با خدای عهد جدید متفاوت ببینن بسیاری حتی او رو خدای سفاک تصور میکنن مطلبی رو که این افراد از نظر میندازن اینه که بشر در طول این تاریخ دانسته و آگاهانه به ذات قدوس خدا اهانت کرده انگاری که گویی خدا رو داره به مبارزه میطلبه در عهد هم هم عزیزان با خدای قدوس روبرو هستیم در عهد عتیق هم عزیزان با خدای رحیم روبرو هستیم توقع این مطلب که رحمت خدا قدوسیت او رو ندید بگیره امری نشدنیه خدا نمیتونه مخالفه با شخصیت خودش عمل کنه اگر شخصیت قدوس خدا زیر پا گذاشته بشه قدوسیت او مسلمه که واکنش نشون میده و علا رغم محبتی که خدا به انسان داره طالب عدالت خواهد بود و این عدالت فرد خاطی رو محکوم و مجازاتش خواهد کرد ما در طول عهد عتیق قدوسیت خدا رو دائم در واکنش داریم میبینیم خدای عهد عتیق عزیزان خدای متفاوت نیست انسان عهد عتیقی که در تلاش برای زندگی مستقل از خدا به ضد قدوسیت خدا قد علم میکنه حال اون که خدا در طول این سالهای سیاه کماکان بر اساس محبتی که داره نقشه نجات خودش رو به پیش میبره و دائم از اون به بشر وعده میده از نیمه فصل سوم پیدایش شاهد خط سرخی هستیم که پا به پای تاریخ اهدعتیق به جلو میره تاروپود این خط سرخ رو وعده هایی تشکیل میدن که خدا از کار نجات خودش به بشر مجده میده کاری که قرار بود خودش در آینده انجام بده تمامی این وعده های نجات روی یک شخصیت استوار بود روی مسیح موعود خدا دائم وعده از اون میداد که مسیح موعود ورته ای رو که بین خدا و انسان بود و اونها رو از هم جدا می کرد این ورته رو پل خواهد زد و از انسان ها می خواست که این سخن او رو باورش بکنن و زندگی خودشون رو بر اساس این باور جهت بدن انگاری که انسان از همون بد به آفرینش خودش در مقابل این انتخاب قرار داره که حرف چه کسی رو باور کنه باور وعده مربوط به مسیح موعود چشم امید رو به آینده دوخته بود به روزی که خدا از طریق این مسیح نقشه نجات خودش رو در تاریخ بشر عملی میکرد و اونها رو از اسارت این تاریکی آزادشون میکرد و انسان باز در رابطه دو طرفه با خدا قرار میکرد از اونجا که بشر از وضعیت گناه تعریفی غلط داره راه چاره ای هم که برای اون فراهم میکنه غلطه عزیزان فقط خداست که میتونه وضعیت گناه رو به درستی تعریف بکنه واسه همین هم فقط خداست که میتونه راه چاره رو برای بشر فراهم بکنه تمامی اهدتی مجده از اون داره که روزی خود خدا مشکل وضعیت گناه رو حل میکنه تصویر کار نجات خدا رو به شکلی بسیار جالب در زندگی حضرت ابراهیم شاهدیم گرچه این تصویر تا زمانی که خدا هنوز کار خودش رو به انجام نرسونده بود نامفهوم باقی مونده بود خدا میبینیم که به ابراهیم دستور میده که فرزند خودش اسحاق رو برای او قربانی بکنه اسحاق فرزندی بود که خدا وعده تولد او رو به ابراهیم و سارا مجده داده بود و اونها برای تحقق این وعده سالیان سال انتظار کشیده بودند ابراهیم میدونستش که اون چه که خدا داره ازش میطلبه در شخصیت خدا نمی گنجه واسه این که خدا از قربانی انسان که بیشتر رسم بود پرستی بود نفرت داشت ابراهیم میتونست پیری خودش رو بهانه بکنه و با این اوس که به علت پیری در شناخت صدای خدا اشتباه کرده از این امر تفره بره ابراهیم میتونست به خودش بقبولونه که بابا اسحاق فرزند وعده است من که گفتم به خدا که اسماعیل رو که از زن کنیز دارم او رو برکت بده ولی خدا گفت نه از ساره همون که به وعدش رو دادم این اسحاق فرزند وعده است و اگه خدا بر اون بود که این فرزند رو به این شکل ازش پس بگیره از همون اولش هم اسحاق بهش نمیداد ولی باوری که ابراهیم به وعده خدا داشت حقیقی بود میدونی باور ما ایمان ما خودش رو در روش هایی که با اونها داریم زندگی میکنیم نشون میدم ابراهیم چوب و کبریت بر میداره و به همراه اسحاق به کوهی که خدا بهش گفته به راه میفتن در راه اسحاق سوالی واضح میپرسه پدر چوب و کبرید داریم ولی گوسفند قربانی کجاست و ایمان ابراهیم خودش در این کلمات متجلی میکنه فرزندم قربانی را خود خدا محیا خواهد ساخت این حرف ابراهیم تصویری از نقشه نجات خداست که وعده اونو در سراسر عهد عتیق میبینیم خود خدا مشکل گناهو حل خواهد کرد ولی جواب خدا برای این وضعیت خطیری که بشر خودشو بهش گرفتار کرده نه جوابی فلسفی هستش و نه جوابی دینی جوابی که خدا برای وضعیت خطیر بشر داره عزیزان مجموعه فکری نیست یک شخص جواب خدا ایساست ممکنه که این مطلب با اون چیزی که ما از خدا انتظار داشتیم مغایر باشه فلی این چیزی رو تغییر نمیده مهم نیستش که من و شما چه فکر کنیم و چه بیندیشیم خداست که وضعیت رو میشناسه و درمان رو هم میدونه برای انسانی که در وضعیت گمگشتگی قرار داره فلسفه و دین و مجموعه فکری کاری نمیکنه انسان نیاز به اون داره که فردی از مقصد بیاد و او رو پیدا کرده به مقصد ببره پیغمبر و فیلسوف و متفکر همه در همون وضعیت گم شده قرار دارن و خود اونها هم محتاج هستن که توسط این فرد پیدا بشن جواب خدا در مقابل مشکل خطیر انسان عزیزان ایساست ولی ایسا کی هست؟ ما ایسا رو کی میشناسیم؟ جواب این سوال از اهمیت زیادی برخورداره در فصل هشت انجیل مرقس در آیه 27 ایسا از شاگردان خودش سوالی رو میپرسه که این سوال برای من و شما هم مطرحه مردم مرا که میدانند مردم یعنی افرادی که در بیرون از حلقه ما هستند و من بین اونها فقط زندگی کردم بارها شاهد اعمال و رفتار من در بینشون بودند شناختی که این افراد از من دارم مسی میپرسه چی هست؟ خب شاگردان جواب میدن ادهی بر این باور هستن که تو یحیای تعمید دهنده هستی ادهی دیگه هم تو رو الیاس پیغمبر میدونن حتی ادهی هم تو رو به عنوان یکی از انبیای بزرگ و علول ازم تلقی میکنن ولی ایسا به این جواب اونها میبینیم که پسنده نمیکنه سوال خودش رو بدین شکل ادامه میده شما منو کی میدونید شما یعنی شاگردان اونهایی که نه مثل اون افراد بیرون به شکلی بسیار نزدیک با ایسا زندگی میکردند اعمال و رفتار او رو از نزدیک شاهد بودند اون افراد اینطور که معلومه شناختی که مردم از ایسا دارند، واسه ایسا کافی نیست ایسا نمیپذیره که صرفاً یک پیغمبر بزرگ یک پیغمبر علالعزم باشه اینطور که معلومه با سوالی که از شاگردان میکنه انتظاری به مراتب بیشتر از اون داره اگه ایسا این شناخت رو از جانب مردم کافی میدونست و عنوان پیغمبر علول ازم رو قبول میکرد باور کنید دیگه مشکلی نمیداشتیم و کسی هم معترض ما نمیشد و جلسات خونگی ما در ایران هم مورد هم واقع نمیشد ولی مسئله این نیستش که من و شما در مورد عیسی چه فکر میکنیم این خود ایساست که نمیپذیره پیغمبری بزرگ باشه یه وقتایی بود که ماشین تبلیغات کمونیستی و که خیلی قوی بودن در همه جا داد از اون داشت که ایسا آقا فردی استورهی در تاریخ انسان وجود خارجی نداشته <applause> در مورد ایسای تاریخی شواهد و مدارک اونقدر زیاد هستش که جای کوچکترین شبه رو برای هیچ کس نمیذاره ایسا در تاریخ ما زندگی میکرد او شخصیتی استورهی نبود واقعیت داشت با اینو در کتابهای تاریخی که مسیحی هم حتی اونا رو ننوشتن به شکلی واضح میبینیم داستان زندگی ایسا در اناجیل این شوب رو هم از بین میبره که گویی ایسا بشر نبوده نه اتفاقا ایسا بشر هم بوده اناجیل صحبت از گرسنه و تشنه شدنش دارند در اناجیل میبینیم که ایسا مثل هر شخص دیگه خسته میشه ایسا شخصی واقعی با احساساتی واقعی بود غنگ غمگیم میشد خوشحال میشد خشمگین میشد همه اینها بر بشر بودن ایسا دلالت داشت ولی آیا عیسی همین بود یا میتونست بیشتر از اینم باشه اگه به تعالیم عیسی دقت بکنیم خواهیم دید که تعالیم عیسی روی شخص خودش استواره مرکز تعالیم عیسی خودش بود همه رهبران مذهبی به بیرون از خودشون و نهایت به خدا اشاره میکردن مرکز تعلیمشون خدا بود ولی عیسی زمانی که از خدا صحبت میکرد کرد انسانها رو به طرف خودش می خوند. به اونا می گفت هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمیاد. در فصل شیش انجیل یوحنا عده بسیاری رو شاهدیم که گرسنه به دنبال عیسی روان هستند و زمانی که عیسی گرسنگی اونها رو میبینه اونها رو با پنج نان و دو ماهی سیرشون میکنه و در حینی که مردم به خوردن مشغولن در مورد خودش با اونها صحبت میکنه و بر اونه که هویت واقعی خودش رو آشکار بکنه با اونها میگه پدران شما قوم اسرائیل زمانی که در بیابان بودند از اون نانی که از آسمان نازل میشد خوردن ولی باز هم مرد به سراغشون اومد من آن نان آسمانی هستم که نازل شدم تا هر کس از من بخورد نمیرد و تا به ابد زنده باشد من نان حیات هستم من نان زندگانی هستم میبینید مرکز تعالیم ایسا روی خود او استواره ایسا نمیگفت خداوند نان حیاته بلکه میگفت من نان حیات هستم گرسنگی وجود شما رو من چنان سیر می کنم که دیگه گرسنه نشید در یوحنا فصل 8 آیه 12 می بینیم که عیسی میگه من نور جهان هستم هر که مرا پیروی کند در تاریکی نخواهد ماند در فصل 11 یوحنا آیه 25 میبینیم که میگه من قیامت و حیات هستم هر که به من ایمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد و هر که که زنده بود و به من ایمان آورد تا به ابد نخواهد مرد آن کسی که مردگان را زنده می کند و به ایشان زندگی میبخشد من هستم هر که به من ایمان داشته باشد اگر حتی مانند دیگران بمیرد بار دیگر زنده خواهد شد. ایسا عنوان میکنه که قیامت و حیات من هستم نمیگه قیامت و حیات خداست. ایسا تمامی اون افرادی رو که از درون تشنه حقیقت هستن به طرف خودش میخونه و میگه حقیقت منم عیسی تمامی افرادی رو که در افسردگی و غم دارن به سر میبرن به طرف خودش میخونه و میگه نور عالم منم هر کس در من راه رود هرگز نمیلغزد ایسا تمامی کسانی رو که در ترس از مرگ دارن به سر میبرن به طرف خود میخونه و میگه حیات من هستم ایسا تمامی کسانی رو که در زیر بار استراب ها و نگرانی ها و تشویش ها دارن از درون میپوسن به طرف خودش میخونه و میگه بیایید نزد من ای تمامی زحمت کشان و گرانباران من شما رو آرامی خواهم بخشید ایسا آشکارا به مردم میگفت که هر کس مرا دید پدر را دید اینا همه مطالبی هستند که عیسی در رابطه با خودش عنوان مرکز تعالیم عیسی روی خودش استوار بود ولی عیسی به شکل غیر مستقیم هم ادعاهایی میکرد گرچه به شکل مستقیم ادعای خدایی نمیکرد ولی نشون میداد که خودش رو در موضع خدا میبینه شاید معروف ترین جایی رو که بشه در این مورد عنوان کرد فصل دوم انجیل مرقس باشه در اینجا میبینیم چهار نفر دوست فلج خودشون رو برای شفا نزد ایسا میبرند ولی به خاطر ازدهام مردم قادر نیستن که به منزل وارد بشن در نتیجه دوست افلیج خودشون رو از راه پشت بوم به داخل میفرستند عیسی با اینکه از سرسپردگی اون افراد نسبت به دوست فلج خودشون متعجبه ولی به جای شفای اون افلیج بهش میگه پسرم گناهان بخشیده شد علمای مذهبی حاضر تو مجلس این حرف ایسا رو کفر تلقی میکنن واسه اینکه از کلام خدا خیلی خوب میدونن که فقط خداست که قادر به بخشیدن گناهانه و درست هم فکر میکردند ایسا اون رو که از قلب اونها میزشت میدید برای همینم هم برمیگرد به اونها میگه کدوم یکی آسون داره این که بگم گناهانت بخشیده شد یا اینکه که شفا یافتی بلند شو برو <applause> به زم علمای دینی راحت راحتش اون بود که بگی گناهانت بخشیده شد واسه اینکه کسی قادر به دیدن بخشیده شدن گناهان که نبود که مشکل واسه اونا این بود که در مقابل چشم مردم تو افلیج رو شفا بدی و ایسا بر میگرده میگه برای اینکه بدانید که پسر انسان را قدرت بخشیدن گناهان هست او به افلیج میکنه و میگه فرزند شفا یافتی بسترت رو بردار و به خانه خودت برو ایسا به شکل غیر مستقیم با این کارش به اون گروه میفهمونه که این من هستم که گناهان رو میبخشم سی اس لویس در کتاب مسیحیت نابش این مطلب رو خیلی قشنگ می نویسه میگه عمق برخی از ادعاهای ایسایی مسیح از اون جهت از نظر ما مخفی میمونه واسه اینکه اونها رو ما بیش از حد شنیدیم و برامون عادی شده ما این ادعاها رو اونقدر شنیدیم که معنی اونها رو اونطور که باید دیگه نمیگیریم و یکی از اون ادعاها هم سی اس لویس میگه که همین ادعای بخشیدن گناهانه تازه اون هم هر گناهی سی اس لویس میگه اگه کسی خدا نباشه و یک چنین سخنی رو به زبون برونه واقعا هم که مطلبی موسیق و مسخره میشه قابل درکه که کسی خطایی رو که نسبت به او انجام شده ببخشه مثلا اگه پامو لگت کنید و یا پولمو به دزدید شما رو میبخشم ولی درباره فردی که نه پاش لگت خورده و نه پولش دزدید و شده چی میشه گفت وقتی که میگه شما رو به خاطر لگت زدن بر پای فلانی و یا دزدیدن مال بهمان میبخشم شاید فکر کنیم که شخص عقلش رو از دست داده سی اس لویس میگه ولی اون چه که ایسا میگفت و میکرد دقیقا همین بود او به افراد صریحا هم میگفت که گناهانشون بخشیده شد و تو این قضیه هم از کسی که گناه بر او انجام شده نظری نمیخواست ایسا جوری رفتار میکرد که انگاری احانت شونده خودشه و گناه بر او صورت گرفته سی اس میگه این امر زمانی معنی پیدا میکنه که عیسی به راستی خدا باشه خدایی که احکام خودش رو نقض شده و محبت خودش رو جریه دار میبینه این سخن اگر از زبان کسی که خدا نیست جاری بشه سی اس میگه که حماقت تنها چیزی هستش که میشه بهش گفت ایسا ادعای داوری جهان رو هم کرد در متا فصل 25 از آیات 31 تا 32 رو می میبینیم اونجا میبینیم که ایسا میگه که باز برخواهد گشت و بر کرسی جلال خود خواهد نشست و همه ملت ها در پیشگاه او گرد خواهند آمد و در لوقا 22 می‌بینیم میبینیم که او گرگ ها را از میشها. جدا خواهد کرد ایسا مدعی میشه که همان مسیح موعوده مسیحی که تمامی اهدتیق ازش صحبت میکنه ایسای مسیح در انجیل مرقس فصل چهارده آیه شست و یک اعلان میکنه که پسر خداست در یوحنا فصلش آیه پنجاهش میگه که قبل از ابراهیم بوده ولی فقط این ادعاهای غیر مستقیم نیست عیسی به شکل مستقیم هم خیلی چیز خارو ادعا می کرد ولی فکر می کنم که ادامه صحبت رو باید بذاریم به برنامه